در ماه های پس از انتخابات علاوه بر بازداشت بسیاری از فعالان حقوق زنان و همینطور زنان شرکت کننده در تظاهرات، حدود 23 نفر از اعضای گروه مادران عزادار هم بازداشت شدند. گروه مادران عزادار و حامیان اونها که پس از بازداشت ناپدید و همینطور کشته شدن بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات 22 خرداد 88 شکل گرفت در یک سال گذشته و با برگزاری تجمع در داخل و خارج از کشور خواستار محکومیت عاملان کشته شدن فرزندان خود شدند. اما سوال اینجاست، آیا گروه مادران عزادار ایران که هر روز به واسطه اجرای احکام اعدام و بازداشت های گسترده بر تعداد اونها افزوده میشه، از انتخابات سال گذشته صرفا شکل گرفته یا از سوابق و تجربه های در گذشته مایه گرفته؟ عفت ماهباز از حامیان مادران عزادار در لندن امشب مهمان ما هستند تا در روزهای پیش از سالگرد انتخابات بیشتر درباره شکل‌گیری و دستاوردهای مادران عزادار صحبت بکنیم. سلام خانم ماهباز، خیلی خوش اومدین. با سلام به شما و بینندگان عزیزتون. خواهش می‌کنم خانم ماهباز، من این سوالو که در ابتدای برنامه گفتم مجددا از شما می‌پرسم که سابقه گروه مادران عزادار در ایران به چه زمانی برمیگرده و آیا این اصلا ادعای درستیه که گروه مادران عزادار صرفاً از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شکل گرفته؟ برای اینکه به این سوال جواب بدم یک کمی باید تاریخ رو به عقب ببرم، به تاریخی که در واقع میدونیم دربارش، به 30 سال پیش، یعنی از آغاز دهه 60 و یک کمی دورتر از اون تاریخی که دهه 50 میتونیم نام ببریم. مادران که در واقع اون دوره به اسم مادر آقای محمد یا خانوم فاطمه بودند، دم توی زندان ها بودند، اینها در اونجا با هم آشنا شدند در کنار زندان ها از دهه 50، از جمله مادرانی که از اون دوره تا امروز هستند و امروز هم به نام مادران خاوران خونده میشه. میتونم بهتون بگم خانوم فروغ لطفی که این روزها شما خبر در موردش پخش کردین که به خاطر حمله‌ای که ماموران انتظامی به خونش داشتن سکته کرد و به بیمارستان رفت و بستری شد. خانم توران شریفی، خانم مادر آبهناری ها، مادر پرتوی، اینها از اون سالها در کنار هم با هم آشنا شدند و تا امروز که دهه 60 در واقع اینها کنار هم بیشتر قرار گرفتن. اما قبل از اون اینها تحسنی داشتن در کنار کاخ دادگستری در سال 57 قبل از انقلاب. این تحسن 28 روزه در کاخ دادگستری صورت گرفت و تحسن موفقی بود. اینها در از رژیم پهلوی می‌خواستند که کلیه زندانیان سیاسی رو که در اون دوره باقی مانده ها چریک‌های فدایی بودند و 42 تن بودند رو آزاد بکنند. اینها موفق شدن این رو بعد از 28 روز و دقیقا این برمیگشت به آستانه انقلاب. اما زمان طولانی از انقلاب تا 60 در واقع نگذشته که دوباره مادرها مجبور شدند پشت در زندان ها در جستجوی فرزندانشون که یا اعدام شده بودند و یا تو زندان بودند و یا اینکه مفقود شده بودند باشند. از این مادرانی که در واقع در این دوره به طور برجسته میتونم نام ببرم، مادر بکیشا هستن که 5 فرزندشون اعدام شدند، مادر ریاهی هستن که 3 فرزندشون اعدام شدن، مادر آبکناری ها هستن که 3 فرزند اعدام شده هستن. اینها رو به این دلیل میگم از اون دوره تا این دوره کارشون در واقع تداوم داشته. مادر ریاهی و یا مادر فروغ لطفی در پاسخ به این سوال در وزارت اطلاعات که شما کجا با هم آشنا شدی؟
تلفن‌های همدیگر رو چجوری دارید؟ چجوری خونه های هم میدونید؟ پاسخ اینها به این سوال اینه که شما ما رو با هم آشنا کردید، شما ما رو دوباره کنار زندان‌ها، کنار گورستان‌ها نشوندید و اینها تبدیل شدن به یکی از اعضای خانواده ما و اینها امروز عزیزتر از هر کسی دیگه هستن. مادر ریاهی امروز دیگه نیستن، یادشون گرامی، یاد همه مادرانی که نیستند و اینهایی که پیگیر حقایق بودن. اما کی دقیقاً مادران خاوران شکل گرفت؟ وقتی که از دهه 60 به بعد ادامه داشت، سال 67 که اعدام‌های دست جمعی بود، سال 67 رو بسیاری میپرسند که چرا هست و خاوران کجاست. سال 67 سالی بود که دولت جمهوری اسلامی به بهانه این که این زندانیانی که سالها زندان بودند، بعضی از اینها از سال 60 بودند، بعضی از اینها حکمی نداشتند و بعضی از اینها در واقع حکم آزادی داشتند، رو دوباره محاکمه چند دقیقه‌ای میکنه و حکم اعدام میده و اینها رو، برخی از اینها رو در واقع حلق‌آویز و برخی از اینها تیربارون میشن و هیچ کدوم از اینها به طور دقیق مشخص نیست که در چه تاریخی اعدام شدن، در کجا دفن شدن و چگونه. اما مادرانی که زودتر از این فرزندانشون رو اعدام کرده بودند، در 6 خرداد اولین اعدامی مادر لطفی بودن، همین فروغ لطفی که پسرش انوشیروان لطفی رو اعدام میکنن در روز افتتاح مجلس. ایشان به طور اتفاقی در خاوران در واقع بودن که سر خاک فرزندشون که در کنارش 4 نفر دیگر رو اعدام کرده بودن و اونجا مادرانی که دنبال فرزندانشون بودن و ملاقات رو نداشتن، اونجا حضور داشتن اما نمیدونستن فرزندانشون کجاست، به طور اتفاقی میبینن که در واقع دستی بیرون از خاک هست و مادرها سر سینه خودشون میزنن و اونجا با شجاعت تمام خاک رو کنار میزنن و میبینن که بچه هاشون چند تا کنار هم تو خاک دفن هستن و گور دست جمعی خاوران اینگونه دفن میشه. اگه اجازه داشته باشم میخوام برگردم به این که ببینم خاوران کجاست. اجازه بله، اگر ممکنه قدری توضیح بدیم. بله خانم ماهباز، که بعدن بپردازیم به شاید تفاوت‌هایی رو که بشه بین این گروه مادران، از شما گفتین که پیش از انقلاب در واقع شکل گرفتن و تا به امروز ادامه دارن، بپردازیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم این توضیحی که در مورد خاوران مشخصا می‌خوایم بفرمایید. خیلی ممنونم. خاوران در واقع تو 14 کیلومتری شرقی جاده خراسان هستش، قطعه شرقی، و یک قطعه خاک خالی هستش که هیچ گونه نشانی از این که این یک گورستانه نداره. اما چرا این گونه است و چرا ما اسمشو گورستان میذاریم و کی این گورستان در واقع رسمیت پیدا کرد در سازمان ملل؟ این گورستان کنار جنب قبرستان ارامنه و یک طرف دیگه قبرستان هندی ها و یک طرف دیگه یهودی ها و از طرف دیگه در همون سال 60 اولین نفری رو که در اون خاک میکنن یک بهایی هستش. بعدها که خود من شاهد دفن برادرم بود و به من شماره قبر دادن در قطعه 4 قبر شماره 57 سال آذر ماه 60 بود و در اونجا وقتی شماره 58 هست، یعنی شما تعدادی از افرادی که دفن شدن خاک خالی بدون این که هیچ نشانی باشه و این که به این خانواده ها اعلام کردن شما حقی ندارید که سنگی بر گوری بگذارید و یا نهالی در اونجا بکارید، چرا که آب و هر گونه این که چیز زنده باشه اونجا ممنوع بود.